نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الآية من أحبهما فقد أحبني هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما اله دوستش بدار آن که حسین را دوست دارد. حضار گرامی پدران برادران خردان و بزرگان و کسانی که در صدر مجلس هستند، هم از علما شویخ بزرگ آقا صاحبا، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. با کسب اجازه از همه شما عزاداران و محبان و اخلاصمندان و در میدان محشر از جمله کفش برداران حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، با کسب اجازه آنچه که ما فی ضمیریم است برای شما ارائه میکنم. خدا کند که چیزی گفته بتانم و چیزی شما شنیده بتانید و نفع خودم و نفع شما به این گفته هایم الله تبارک و تعالی نصیب بگرداند. بنده همان به که ز تقصیر خیش حضور به درگاه خدا آورد. نمیشه اینجا بزرگان است، علما هست، شیوخ است، اینجا سخن گفتن خلاف ادب است، اما اخلاص جای دیگری است، اما محبت جای دیگر است، اما ارتباط انما المؤمنون اخوتون این قضیه دیگری هست. بنده همان به که ز تقصیر خیش حضور به درگاه خدا آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. مجلس مجلس ساده نیست، حضور شما حضور ساده نیست و امروز روزی ساده نیست. ابوبکر سندی رضی الله تعالی عنه در کتاب خود نوشته میکنم اگر سیدنا و مولای ما و حبیب ما و محبوب ما حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در روز جمعه شهید شده بود و امروز هم جمعه است. عجیب است، اتفاق عجیب است و امروز هم جمعه است. لحظاتی که من و تو قرار داریم، البدایه و النهایه، کتبای بزرگ بزرگ امام فخر رازی صاحب مستقیم سری حقیقت کربلا کتاب نوشته کنه، اما تمام کتبها را مطالعه کردم دیدم، من در دل خود گفتم آنچه که حقیقت حسین بود نه البدایه نوشته کرد، نه ابوبکر سندی نوشته کرد، نه امام فخر رازی نوشته کرد و تا روز قیامت کس جرأت نمیتانه و اون قلمی نیست که از احوال قلب حسین نوشته بکنه. الله روح مبارک را شاد بگردانم، الله قبر مبارک پر نور بگردانم، الله همه من و شما را از جمله حسینیان در میدان معشر حشر بگردانم. آمین یا رب العالمین. امون حسینی که جبرائیل از هفت آسمان بالا پایان می آید، جبرائیل از نزد الله می آید، می آید که دو دانه کودک نوزاد 3 ساله و 4 ساله به بود دو طرف سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته است. گاه از روی حسین بوسه می کند، گاه از پیشانی حسن بوسه می کند، گاه یکی را به آغوش میگیره، گاه دیگر را به سر زانو میمانه. جبرئیل علیه السلام پرسان کرد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها کیها هستند؟ چقدر محبت داری با اینها؟ یک حدیث است پیغمبر نازنین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت نمیشناسی این را، اینها نواسه های مست فرزندان فاطمه الزهرا رضی الله عنهما،
فرزندان سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه و نواسهای مس نور چشم مس الحسن و الحسین شباب اهل الجنه. الله اکبر. بلند الله اکبر. دیدم اکثرا جوان میبینم، جوانی عزیزم سردارت در جنت حسن و حسین از فراموش نکنی، امروز در دنیا حسن و حسین را فراموش نکنی، غیرتش را، همتش را، تقوایش را، حلال خوریش را، دیانتش را، آزاد خواهیش را، بیعت نکردنش را و تمام صفتهای خوبی که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه داشت فراموش نکنم و فراموش نکنی. آمین یا رب العالمین. رسول نازنین محمد مصطفی، والله که آنقدری که محبت با سیدنا حسین داشت با دیگه صحابه نداشت، علما نشسته هست، آنقدری که مهر و محبت با سیدنا حسن داشت با دیگر کس ها نداشت. صحابه می آیند حضور رسول نازنین محمد مصطفی. جالبشی هست یه روزی امرای دوستا چمتال بودیم اونجا، همیت عزاداری بود، ما در مسجد هم متاسم تا که در یک دقیقه 5-6 درود سر اخلاصمندا و محبین نخوانم الهیشان نمیکنم، گفته چقدر زیاد درود میخوانم، مگر این هم شیعه است؟ چی فکر میکنه اینها؟ درود خواندن، عزا گرفتن، مجلس برپا کردن، محبت کردن، خون دادن، جان دادن، بیعت کردن تنها منصوب یک قوم است، نه خیر. حسین و حسینیان به تمام جهان حق دارند. سیدنا حسین ما را رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم این قسم بالا بالا میکنه. صحابه می آیا میگه یا رسول الله چقدر بایی محبت داری، قبل رسول الله بوسه میبینی از روی از اینها را. ما پیشتر یک جمله را ذکر کردم، مسلم شریف نقل میکنم، ما جمله تنها ترجمه گفتم، پیامبر علیه السلام پیشانیشون را بلند کرد، کمی قهر شد که چرا مانی محبت ما بین ما و بین نوده ما، بین ما و بین فرزندم، بین ما و بین حسینم میشه. این جمله را ذکر کرد، در مسلم شریف درج است، الهی دوستش بیدار آنکه حسین را دوست دارد. الله اکبر. الله اکبر. قربان مهر و محبتتان، ای کاش وقت می داشتم ساعتها من می گفتم چیزهایی، اما یک کم اشارات می کنم بعد از حضورتان مرخص می شوم. خداوند این حضوری من شما را دائمی و قایمی بگردانه. آمین. الله دشمنان اسلام را سرنگون بگردانه. آمین. الله دشمنان قرآن و دشمنان دین ما را کاملا برباد بگردانه. بگوین آمین یا رب العالمین. خیر ببینید، امروز روز جمعه است، دقیقا 1400 سال قبل از این روز، در سال من 59-60 را نمیگویم، من از شهادت حسن برایتان نمیگویم، من این که حسین رضی الله تعالی عنه از مکه به مدینه رفت خدا حافظی به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم از بابای نازنین خود کرد، من از اون برایتان نمیگویم. 8 روز از مدینه الرسول تا مکه شریف سفر کرد، در این چی اتفاق افتاد من از این برایتان نمیگویم. و از مکه حرکت کرد، خدا حافظی کرده با تمام اهل مکه به طرف کوفه حرکت کرد، من از این احوال ها گفته نمیتانم، شاید گلونم بچسبه، شاید گفته نتانم از احوال قلب سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. خیامرای ما یک وعده بکنین، شما گویا شما در مزار نیستین، درست است؟ ما حالا در مزار نیستیم، حالا ما با سیدنا حسین ما از مکه حرکت کردیم، نامه به دسترس ما قرار گرفته از مسلم بن عقیل،
بچه کاکای حضرت حسین رضی الله تعالی عن آلا حرکت میکنیم به طرف کوفه. درست است. با 72 یار جان نثارش، با 72 تا فدایه هایش، با 72 تا اینجا در حکایت در زندگی حضرت حسین ما میدانیم خیلی ها با ما بیوفا بودن، خیلی ها ما را رها میکرده، اما بعضی ها ما را مایی گرفته. بود سه یار در دنیای فانی، یکی نانی دیگر جانی زبانی، به نانی نانی از در بیرانش، زبانی را تکلم کن زبانی، ولیکن یار جانی را نگه دار. الله اکبر. ولیکن یار جانی را نگه دار، با پایش جان بدی تا میتوانی. هفته ها سفر کردن با ازواج مطهرات، با علی اصغر، علی اکبر، عبدالله نوزاد، با اهل بیت همه حرکت میکنن. شبها اشکمها گرسنه، علقها تشنه، رنگها عاشقانه پریده، اما او طرف از همه بزرگ رضای الله. بگین الله اکبر. بازم جای میرسن که پرسان میکنن. من خیلی گذران تیر شدم عزیزا، وقت خیلی کم است، دیگر دوستا هم ساعت صحبت کنن. جای میرسن میگه اینجا کجا هست؟ گویا ما مجستیم این لحظه. اینجا نینوا هست و پهلویشان دریای قرار داره، دریای فرات. بس ما در کجا قرار داریم؟ میگه اینجا کربلا هست. خب کر سختی، بلا هم سختی. بله آه، همین سختی هست. این سختی را 61 سال پیش یا 60 سال پیش جبرائیل علیه السلام یک مشت خاکی را از دشت کربلا میگیره پیش شهادت حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به حضور محمد رسول الله. برایش میگه این خواب چی است ای جبرائیل؟ میگه این خواب همون خوابی است که حسین حسین شما شهید میشه. این خواب همون خواب است که نصفش خواب نصفش خون. الله من رو ببره بخیر و جان، شما رو ببره. آمین بگوین بخیر. کربلا مخصوص یک قوم، یک مذهب، یک ملت نیست، بلکه کربلا در کربلا توته جگر ما، نور چشم ما، نور ایمان ما، سردار ما در جنت اونجا هست. الله همه ما شما را بار بار کربلا ببره بخیر. در پیش رویشان یک لشکر خیلی بزرگ معلوم میشه. میگه اینها کی هست؟ میگه اینها نفرای شمر و یزید بدبخت است. کسی نماینده هایش میآید نزد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. با سیدنا حسین میگه ما آمدیم از نزد شمر و یزید آمدیم. شما اگر با ما بیعت بکنین، شما اگر گفتی یزید و شمر را بکنین، همراه شما هیچ کس کار نداره، وگرنه ما 1000 نفر در مقابل شما صف بسته کردیم، همراه شما مبارزه میکنیم. سبحان الله. آزادگی، آزاده خواهی، آزاده زیستن، آزاده مردن را از سیدنا حسین یاد بگید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. یک نعره، به یک صدا سیدنا حسین نگه هرگز من با یزید و یزیدیان و شمر و شمریان بیعت نمی کنم. بگین الله اکبر. الله اکبر. شب گذشته، شب دهم ماه محرم الحرام، سیدنا حسین هم از یارای خود را جمع میکنه، خانواده ها را جمع میکنه، چیزهایی برایشان میگه، صحبت میکرد مانند صحبت رسول الله. چهره حسین مانند چهره سیدنا و مولای ما و محبوب ما و و و انا خوبی ما محمد رسول الله. چشمانش چشمان رسول الله، لبهایش لبهای رسول الله صلی الله علیه. نماز صبح شد با جماعت سیدنا حسین امامتی از او، همه اهل بیت 72 یار نماز خواندند. امین که نماز را سلام دار داد و چپ از جایش خیز شمشیر را گرفت. نماز رسول خدا هست، نفر ساده نیست.
شمشیر را گرفت، قرآن را به زیر قول خود گرفت، دروازه خیمه را بلند میکرد، بیرون میشد، یارا پرسان کرد. ابوبکر صدیق خیلی جالب نوشته میکنه اینا، یارا پرسان کرد کجا میرین؟ آلا سیدنا حسین میخواید در برابر دشمنانش قد علم کنه. الله اکبر. این سخن از دهن سیدنا حسین بیرون شد رضی الله تعالی عنه. 72 یار دورش محاصره کرد. بگین الله اکبر. ما هرگز اجازه نمیدیم ما زنده باشیم، ما حیات داشته باشیم، خون شما در زمین بریزه. حالا یکی پای همدیگر این 72 یار در میدان رزم میبراین، هر کدامش امین که شمشیر بلند میکنه 100 نفر دور میره. بگین الله اکبر. الله غیرت رو برای ما شما نصیب بگردانه. آمین بگین. الله غیرت بر ایمان. این غیرت، غیرت خدایی است. این غیرت غیرتی هست که اون غیرت چشم خود را نگاه کرده، اون غیرت زبان خود را نگاه کرده، اون غیرت گوش خود را نگاه کرده، اون غیرت دست خود را از ظلم نگاه کرده، اون غیرت پای خود را از بیراهه نگاه کرده، اون غیرت قلب خود را از محبت غیره نگاه کرده. همون است که شمشیر را بلند میکنه، 100 نفر دور میره. الله اکبر. بالاخره 72 یار سیدنا حسین رضی الله تعالی، در واقعه های خیلی زیادی است، گفتن نمیتونم، وقت کم است، همه اشان نشان به زمین افتید. از داخل خیمه سیدنا و بادار ما علی اصغر ما و علی اکبر ما بیرون شد با شمشیرهایشان. بابا جان ما را اجازه هست، چی میکنید؟ فخیرت است. حالا ما در برابر دشمنانتان میر از بین. بگین الله اکبر. الله اکبر. جوان عزیزم، تو خب به گیم مصروف بسی دور هستی، ای کاش اینجا میبینیم از صدای من و گوشتون. تو خب به فیسبوک و اینترنت مصروف هستی، تو خب به محبت های غیره ما مصروف هستی. یاد بگی امروز از علی اصغر، علی اکبر شمشیر بلند میکنه در برابر دشمنان اسلام استاد میشن. شما را رهروی علی اصغر و علی اکبر بگردون. آمین بگوین. بالاخره بابا اجازه داد، گفت خوب است شما که میرین برین، بخیر برین. گفت یک بار اجازه هست؟ گفت از مادر خودم اجازه بگیرم برین. گفت رفت دروازه خیمه را بلند کرد، مادر جان تا روز قیامت خدا حافظ دیگه، شاید دیگه علی اصغر و علی اکبر را شما ندی میدین، شما دیگه با چشمایتان لمس نکنین، شما چهره علی اصغر و علی اکبر را نبینین. حالا علی اکبر، علی اصغر از بابای خود دفاع میکنه. چی مادری؟ الله این مادران ما که اینجا حضور داره، صدای ما را، پیام ما را به مادران ما، به خواهران ما، به زنان رهروان فاطمه و عایشه و صدیقه، به رهروان شما مردم برسانی که پیام اسلام باید از بگوش تنیادار شود. الله خواهران ما را مثل اون خواهرها بگردانه. آمین. این فرزندان را اجازه داد به میدان برآمدن شمشیر را. یک، دو، سه، ابوبکر صدیق مگر بیش از 20 نفر را با پا انداخت. الله اکبر. بگویم علی اصغر، علی اکبر جام شهادت نوشیدن. انا لله و انا الیه راجعون. آلا در هیچ کسی نمانده. 72 یار رفت، علی اکبر، علی اصغر رفت، بجز از زین العابدین بیمار رضی الله تعالی عنه در داخل خیمه. چنان مریضی عائلش بود که خیسته نمیتانست. اون مبارک در زیر خیمه هست. من مگه ای حالت من خودم میدیدم، این خونه هایی که به آسمان ها فشار می شد من می دیدم، این سرها را من می دیدم از خیمه سر کرده، اما نمی دانستم دفاع بکنم، اما نمی دانستم از جای بخیزم. ای کاش من و تو در اون زمان زنده می بودیم، ای کاش زنده می بودیم که دفاع می کنیم از نواسه های رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا چاره عصر شد، باید از که خود سیدنا حسین به میدان برای سر عصفش سوار است. شمشیر را آلا نمی کشه، تیر می آید به بغلش می خورد، تیر به پای عصف می خورد، نیزه آمده به شانه اش می خورد. اما مبارک به یک عالم جگرخونی،
به یک عالم ندامت استاد است. از داخل خیمه یک صدا می آید: بابا جان تشنه ماندم، آب نیست. راههای آب را شمر و شمریان قطع کرده بالای نواده های رسول الله. راه آب قطع است، آب خورده نمی داند. چی دل سختی داری؟ تو چقدر ظالم بودی حتی تو آب را بالایشون قطع کردی؟ الله شما را نیست و نابود گشتانده، رهروانتان هم نیست و نابود بگردانده. آمین یا رب العالمین. من سه طایفه است این مردم، حالا نیست که من کلش براتان بگویم و پودینش براتان بیان بکنم. الله به جزایشان برسانه، بگوین آمین یا رب العالمین. خدا روحیانت شهدای دشت کربلا را از من دو شاد بگردانم. من میخوام خیلی سریع پیش برم، اما گلوی ما میگیره مرا بسار ببخشیم. بابا رفت به طرف خیمه، این فرزند نوزاد عبدالله جان را از داخل خیمه گرفت. حالا میخوای به طرف دریای فرار ببره آب بده. امین که در مسیری را هر بن یزید شلیک کرد، تیری را شلیک کرد، به گردن عبدالله اصابت کرد، گردن از تن جدا شد. خونی حضرت عبدالله به دستان سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، دست خود را به طرف عرش بالا میکنه: الهی پروردگارا، تنهایم گذاشتی، حتی طفل نوزادم را از من گرفت پروردگارا. از داخل خایمه ازواج مطهرات صدا میکنه که ما میخواهیم با دشمنان شما برزمیم. سیدنا حسین چه میگه؟ حسین شهید شوه، حسین تیکه تیکه شوه، اما چادر زمین حسین را هیچ کسی نبینه. بگو الله اکبر. خواهر، مادر، خواهر، کاش تو بشنوین صدای حسین را. امروز چادر تو را کسی نبینه. امروز تو از این ده محرم درس بگیری، درس پاکی، درس تقوا، درس عزت، درس استقامت، درسی که تمام جهان را درس داد، حتی کفار دنیا کتبها نوشته کرده مانه غیرت از حسین یاد گرفته. بگین الله اکبر. ای مسلمان نه، مسلمان نه، حتی کفار دنیا کتبها نوشته میکنه شرق و غرب مانه غیرت از حسین یاد گرفته. من چرا با غیرت نشدم؟ الله من را با غیرت بگردانه، الله تو را با غیرت بگردانه. حالا نوبت میرسه به اون کسی که به خاطرش اینجا نشستی، حالا نوبت میرسه به خاطر از که از همه او را دوست داری، آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشه، ای دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ اولین نیزه می آیه به طرف راستش می خورد، کسی صدا می کند: سیدنا مولانا، چرا شمشیر، چرا نیزه با شما حساباله نمی کنین؟ به یک صدا میگه: من هرگز شمشیر و نیزه خود را در مقابل امتان بابای خود بلند نمی کنم. بگین الله اکبر. تو من او تنها آرنگ موتر برادر خود را توسل نلاییم، آرنگ برادر خود را یک گپی میزنه، او مرا گپ زد، بلی ها گپ زد، مرا غیبت کرد، بلی ها مرا غیبت کرد، مرا ای تو گفت، بلی ها گفت، تو حوصله بکو، تو رهروی حسین هستی. الله واقعاً بگردانه. بالاخره چاره عصر شد دیگه، اون فرزند رسول الله صلی الله علیه وسلم شمشیر را کشید، کمی شمشیر را بلند میکنه، 500 نفر همی تو لیوارس میرم. بگو الله اکبر. 500 نفر لیوارس میرم. بالاخره 4000 لشکر در دم روی حضرت حسین قرار داشت بر وادی‌های مختلف. بالاخره اینا فرار میکرد. شمر بدبخت صدا کرد که شما چرا فرار میکنین؟ شما چرا عمله نمیکنین؟ هر کدامشون دستشون میلرزید، پایشون میلرزید. چگونه در مقابل نواسی رسول خدا استلگی کنه؟ بالاخره سیاست کرد، نیزه ها و تیرها اواله شد، 34 شمشیر و 33 نیزه با وجود پاک و مطهر و مزکای سیدنا حسین و مولای ما اصابت کرد. اثر عصب زمین غلطید، قالو این نال الله
جان میکن شمر بدبخت با کار دیه که تیز کردگی خود آمد آمد پایای نجیس خود پلید خود را به سر سینه حضرت حسین میگذار اشاره کرد که پایت را اینجا نگذار میخواست گلونی حضرت حسین را از تنش جدا بکنه گفت الله اینجا را نبود اینجا لبهای رسول الله خورده اینجا رسول الله بوسه کرده اگر مرا ذبح میکنی اگر مرا شهید میکنی اگر تنم را از سرم جدا میکنی مرا بسیم نمیافت درم بسیم از پست شهر گیسو داشت مبارک سر مبارک را من دیگه زیافته نمیتونم جانها ناطاقت میشه عشقها را گرفته نمیشه چطور قلبی باشه در این سن نبیای عشق نبیای گیه نبیای فقان نبیای اصلاحات نبیای توبه نبیای استقامت نبیای آزادگی نبیای آزادخواهی نبیای در این اصنا برسه او چه تصم وجودی باشه الله او وجود را در بین و شما نیست بگم را بگم آمین یا رب العالمین سر مبارک را برد با قصر انا لله و انا الیه راجعون اندکی پیش تو خمی دل گفتم و ترسیدم که دل آزر نشوی ورنه سخن بسیار است خداوند روح شهدای کربلا را شاد بگردانم دوستای دیگر علما بزرگا روحانیون اینجا هست همراه شما صحبت میکنم من هم خطیب یک مسجد هستم اونجا مردم انتظار میشم بعد از یازده بجا به همه میآیم بخاطر از حضور همه شما مرخص میشم دعارم در آخری عزیزا میکنم فقط من از شما خواهش میکنم 3-4 قول از شما میگیرم بعد از مرخص میشم درست است؟ صحیح است انشاءالله؟ صدای مرا کلگی میشنوه؟ صدای مرا دقیق یک کسی از بین بخیزه که یک وقت نماز را سیدنا حسین یا حسن رضی الله تعالی عنه قضا کرده باشه کسی هست؟ یک کسی بخیزه در تاریخ خوانده باشه ما خونه دیدیم در کتابه ها خوانده باشه یا در روحانیون از علما شنیده باشه هست؟ من بعد نماز کسی ترک نمی کنیم درست است؟ کسایی که نمی تعهد است دست راست بالا بکنم الله اکبر در تمام زندگی سیدنا حسین و سیدنا حسن رضی الله عنهما یک بار کسی سراغ داشته باشه که نعوذ بالله دروغ گفته باشه کسی هست؟ برای به آدرس بگویه؟ نیست های دستای راست بالا دیگه الله اکبر الله صداقت حسین را برای من تو نصیب بگردانه در تمام زندگی آخرین تعهدی که میگیرم این 3 تعهد از یاد من و از یاد شما نره در تمام زندگی از سیدنا حسن و حسین با تمام خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی برای من سراغ داد بیده نعوذ بالله یک بار چشمشان کج شده باشه یکم نامحرم قصدن دیده باشه کسی هست؟ کسی هست اینجا؟ نیست اما ذاق البصر و ما تقا این صفت چشم خاندان بود الله چشمه های من شما را از زنای چشم پاک بگردانه من بعد شروع هست درست است؟ چند نفر می تعهد میکنه بخیر بسار راست بالا الله اکبر آنچه گفته شد و شنیده شد الله به درباره بینیازی و کریمانش قبول بگردانه خداوند در این جماعت ما را انبوه بگردانه و آنهایی که در سالهای متمادی از بین ما شما رفته شهدا و علما روحانیون الله روحی کلشان شاد بگردانه در میدان محشر با جمله 72 یار سیدنا حسن و حسین با خود سیدنا حسن و حسین عشر بگردانه گناه های صغیره و کبیره تمام مسلمان های جهان را الله ببخشه الله تبارک و تعالی اتفاق و اتحاد در بین تمام مسلمان ها بیاوره افغان برادرم نوری چشمیم است ازبک برادرم وجودیم است هزاره شیعه برادرم بازدویم است اینما المؤمنون اخوتون همه مسلمان ها مثل برادر است پیغمبر علیه السلام دست خود را این قسم کرد مسلمان ها این گونه هست چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو از مهنتی دیگران بیغمی نشاید که نامد نهد آدمی و صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه